حیات اساسگذاری تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است عبارت از مرحله ها بوده و هر مرحله آن دارای چالش ها و مشکلی ها بوده، اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توانستند که با تیم کاریشان، با گروه کاریشان و استراتژی های مشخص کرده اشان این همه مرحله ها را به کامیابی طی کنند و در مدت 23 سال یک تمدنی که برای تمام بشریت انتخاب شده است آن را در مدت 23 سال بنیاد کنند. پس بینندگان عزیز، بیایید حیات پیغمبر خدا را از نگاه مدیریت و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را همچون رهبر در برنامه امروزه صحبت کنیم. دیگر کار مهمی که باید یک رهبر آن انجام دهد اداره کردن تغییرات و تحولات در یک کارخانه است. فرض کردیم هر یک کارخانه و هر یک تشکیلات نیاز به چی دارد؟ به تغییرات و تحولات دارد. برای بهبود کردن کار و فعالیت یک کارخانه، یک کارخانه نیاز به این دارد که تکنولوژی نو را وارد کند و اینکه سیستم کامپیوتری نو را جاری کند. برای این وقتی که یک چیزی نو وارد یک شرکت می شود، یک نوع واکنش نشان می دهد تمام کارگران و کارگران یک شرکت. برای این را به خوبی اداره کردن این کاری که از کاری یک رهبر است. پس برای اداره کردن یک تغییرات و تحولات چهار مرحله چی است لازم است. مرحله اول از نگاه ذهنی و از نگاه فکرانی آماده کردن کارگران، این چی است؟ چیزی مرحله اول است و مهم است. دلیل چی است؟ از حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دلیل این است که اولین کاری که کردن مدت 13 سال مردم را در مکه برای قبول کردن یک تغییرات تحولات بزرگ از نگاه ذهنی، از نگاه فکری آنها را چگاه کرد؟ آماده کرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، و بعد در 10 سال آینده همچون عملی آن تغییرات و تحولات را چگاه کردن؟ تطبیق و عملی کردن و یا اینکه جاری کردن. پس مرحله اول آماده کردنی ذهنیت کارگرانی یک کارخانه برای وارد کردن یک سیستم، برای وارد کردن یک تکنولوژی نو تا آنکه آنها واکنش نشان ندهند و سبب چی شود مشکلات شود در یک کارخانه. مرحله دوم از کجا باید و چی گونه باید آغاز کرد؟ وقتی که ما تغییرات را در یک کارخانه وارد میکنیم باید ما از کجا شروع کنیم؟ مهم این است که از کجا شروع کردن باید از یک قسمت کوچک آن اجرا کردن تحولات و تغییرات را باید شروع کرد، نه اینکه دفع یک باره تمام اون تغییرات و تحولات یا اینکه سیستمی که ما میخوایم جاری کنیم در شرکت آن را برای تمام شرکت چه کنیم جاری کنیم. نه، باید که در یک قسم، در یک بخش شرکت اون را عملی کرد و این را به نام چی میگن در علمی مدیریت امروزه؟ پایلوت تست. ببینید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ دعوت را از کی شروع کردن؟ از نزدیکان و خویشاوندان خودشان، نه اینکه یک باره تمام مردم مکه را به اسلام دعوت کرد، نه، برعکس خویشاوندان، نزدیکان، یار و دوستان خویش را پیش از همه به این تغییرات و تحولات وادار کرد. وقتی که در این طایفه کوچک کامیاب شد، بعد از این مرحله، مرحله بعدی برای تمام مردم چه کرد؟ آن تغییرات و اضافه هایی که میخواست جاری کنه آن را بیان کرد. ببینید اینچنین وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به طایف رفتن، در طایف اومن خواست که از چنین چیز دعوت به این به دین اسلام دعوت کند، اما مردم طایف آن را قبول نکردن. وقتی که قبول نکردن با اهل مدینه به دیگر طریقه چوکر فعالیت کردند. پیش از همه بیعت عقبه یکم
بعد از آن سازشنامه عقبه یکم به معنای آن که در آن تمامی کسانی که در آن اشتراک کرده بودند از اهل مدینه عهد و پیمان کردند که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همکاری خواهند کرد و دفاع از آن خواهند کرد. و در بیعت عقبه دوم گروه دیگر از اهل مدینه با چنین سازشنامه چیکار کردند؟ رضایت دادن و عهد و پیمان کردن که همیشه از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دفاع خواهند کرد. پس از طایف چنین چیز را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم استفاده، یعنی که آموختن که نباید به شکلی که طایف را دعوت کرد مردم مدینه را نیز به اون شکل دعوت کنند، برعکس به مرحله ها تقسیم کرد. خب مرحله سوم زمان و مدتی جاری کردن تغییر را باید معین کرد. وقتی که ما یک سیستم نو وارد میکنیم در کارخانه، یعنی که میخواییم یک تکنولوژی نو را استفاده بریم، باید ما وقت و مدتش را معین کنیم که مدتی یک ماه، دو ماه، یعنی که سه ماه باید در تمامی کارخانه چنین سیستم چی شود جاری شود. دلیل چی است؟ آمن ببیند اگر مدتی دعوتی پنهانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 سال بود و بعد از آن چیکار کردن، عموما در 23 سال تمام تغییرات و تحولاتی که خواستن آن را جاری کردند. 3 سال دعوت پنهانی کردن، بعد از آن مدتی 10 سال دعوت چی آشکار و علنی، و مدتی 10 سال آن تغییرات و اضافه ها را تطبیق و عملی کردند. پس مدت هر تغییر چی بود مشخص بود. مرحله چهارم چی است؟ هر یک تغییرات را باید با مرحله ها ما تقسیم کنیم تا که ما بتوانیم آن را خوبتر و فعالتر چیکار کنیم جاری کنیم در یک کارخانه. دیگر کار مهمی که یک رهبر باید انجام دهد اون تشویق کردن و ترغیب کردن کارگران و اشخاصی که در کارخانه کار میکنند. ببینید تشویق به دو قسم تقسیم میشود. اومن تشویق داخلی، یا یعنی که در اینترنال و اکسترنال، یا یعنی که خارجی. مقصد و من مطلب از تشویق داخلی چی است؟ تشویق داخلی به معنای اون که احترام کردن یک کارگر. این چی از خودش یک تشویق و ترغیب داخلی است. و خارجی یعنی با پول و مال و یا اینکه با تقدیم کردن تحفه، این همش چی است؟ تشویق و ترغیب خارجی است. ببینید هر آن شخصی که دارای معلوماتی عالی است، احترام کردن، یعنی که تشویق کردن آن چی است؟ همچون به شکلی یعنی احترام کردن آن، این خودش یک تشویق است برای آن. و هر کارگری که اگر دارای معلومات باشد و دارای چی باشد، اگر آن احترام نشود در یک از طرف یک رهبر در یک کارخانه، هر چقدر که معاشش بهتر باشد، حتما روز این کارخانه را چوکر ترک خواهد کرد. برای همین هر یک رهبر باید که این چیز را بداند و کارگرانی که سطح دانششان، سطح دانش خوب دارن، سطح دانش عالی دارن، آنها نیاز به احترام کردن دارند. و اینچنین وقتی که ما یک سیستم تشویق و ترغیب در کارخانه جاری میکنیم، باید که عادلانه باشد، باید که مشخص باشد تا که مبادا سبب اختلاف نشود آن. ما میتونیم که مردم را چه کنیم؟ به چند گروه تقسیم کنیم. یک گروه از کارگران آنها کی هستند؟ کسانی هستند که ناتوان و نخواستند، نه کار فعالیت کرده میتونند و نمیخواهند که کار کنند. پس این گروه باید که خوبتر بررسی شود. به خاطر چی کار فعالیت کرده نمیتونند؟ اگر امکانیت باشد از طریق آموزش آن را یاد داده و کار را نشان داده و در کار باید چی باشد؟ فعال باشد.
و به خاطر چی نمیخواهد، این را هم فهمیدن در کار. باید بررسی کند یک رهبر که چرا این کارگر نمیخواهد کار کردن را. اگر سببش معاش باشد، باید که مزد مهنتش را بهتر دهد. دوم، کسی که ناتوان و اما میخواهد، قدرتی کار کردن را ندارد اما شوق و رغبتی کار کردن را دارد. ببینید، مانند خالد رضی الله عنه، خالد رضی الله عنه یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند که چنانچه پیشتر ذکر کردم، ایشان دارای مهارت حربی بودند و بسیار شوق داشتند که در کارهای دعوت اشتراک کنند. برای همین از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خواستند که آنها را در فعالیت‌های دعوت نیز چیکار کنند، همچو امر کرده، و خالد رضی الله عنه در کارهای دعوت هم فعال باشند. وقتی که خواست چنین را، یعنی چنین چیز را خالد رضی الله عنه میخواست و از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم طلب کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آن را به یمن برای دعوت مردم یمن ارسال کرد. وقتی که رفت، خالد رضی الله عنه با گروه از اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای فهماندن و دعوت کردن مردم یمن به دین اسلام، مدت 6 ماه چیکار کردند؟ هیچ کس به دین اسلام، یعنی دین اسلام را قبول نکرد. همین بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نامه به خالد رضی الله عنه ارسال کرد و علی رضی الله عنه را با یمن ارسال کرد و از خالد رضی الله عنه طلب کرد که دوباره به مدینه برگردد. بعد از مدت 1 ماه علی رضی الله عنه توانست که اکثر مردم یمن را به دین اسلام جلب کند. پس اینجا خالد رضی الله عنه نمیتونست، اما رغبت داشت. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که آن را استفاده برد، دید که نمیتواند، باز دوباره برگشت خالد رضی الله عنه و آن را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در فعالیت های حربی چوکر استفاده برد، یعنی که در فعالیت های حربی اشتراک کرد و در فعالیت های حربی فعال بود. پس هر وقتی که هر کارگر یک نتواند اما خواست، شوق و رغبت داشته باشد برای کار، آن را شانس دادن در کار. بعد از شانس دادن، وقتی که نتوانست کوشش کردن در کار، در دیگر کار و فعالیت آن را موظف کرد که تا که از عهده آن کار برآمده تواند. سوم گروه، نمیخواهد اما چی؟ کار را از عهده کار میبراید، توانا است. پس نمیخواهد اما توانا هست، یعنی توانای آن هست که یک کار را کند اما نمیخواهد. برای چی نمیخواهد؟ این را باید رهبر بررسی کند و فهمد که چرا نمیخواهد. آیا سببش کدام مشکلات اجتماعی است؟ آیا سببش مشکلات خانوادگی است؟ آیا سببش کم بودن معاش است؟ کم بودن مزد مهنت است؟ آیا سببش عدم احترام کردن و احترام نکردن این کارگر است؟ همه اینها را باید یک رهبر چکند، بررسی کند. وقتی که بررسی کرد و سببش را فهمید، باید آن را اصلاح کند و کار کند که این یک شوق و رغبت را در دل این کارگر پیدا کرده و کار و فعالیت را خوبتر کند. و ماننده که ببینید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نه فقط اهمیت به کار و فعالیتی که اصحابش میداد، حتی از احوال و زندگی آنها کوشش میکرد که با خبر شود. روز معاذ بن جبل رضی الله عنه از یک غزوه بر میگشتند و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، آن معاذ رضی الله عنه شخص جوان بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که با ایشان صحبت کند و گفت که ای معاذ، حالا تزوجت؟ گفت که آیا زن ازدواج نکردی؟ معاذ رضی الله عنه گفت که بله، ازدواج کردم. گفت که آیا دختری جوان یا اینکه بیوه رو بزنی گرفتی؟ در جواب گفتن که چون که پدرم از دنیا گذشت و برادران و خواهران دارم که آنها نیاز به یک زن دارن که از عهده تربیت کردن و نگاهبانی کردن آنها برآمده تواند، برای همین من یک زنی بیوه زن رو بزنی گرفتم. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با
این صحابه شوخی و مزاح کردند که اگر که چه دختری جوان را به ازدواج میگرفتی با آن شوخی و چی میکردی، بازی میکردی، یک نوع شوخی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کردند، که اما معنای آن را در اینجا ذکر کردن هم نمی شود. به هر حال کسی که از این روایت آگاهن آنها حتما خواهد فهمید که مقصد چی است. و چهارم گروه هم شوق و رغبت کار را دارن و هم توانا هستند، یعنی هم می خواهند کار کنند و در این حال آنها می توانند از اونده کار برن. وقتی که این گروه پیدا شود در یک کارخانه، هم شوق و رغبت کار رو دارن و هم از عهده کار می براین و کار رو خوب انجام داده می توانن، باید آنها تمام مسئولیتی پر را برای آنها سپرده شد و باید آنها رو به هر چیزهای نازک مشغول نکرد. در لایحه های بزرگ آنها رو باید همچون مسئول انتخاب کرد، به خاطر چی؟ برای که آنها از عهده کار برآمده می توانند و شوق و رغبت کار کردن را دارند.